توی این قسمت از برنامه در خدمت هنرمندی هستیم که به نظر خودم آدم واقعی ترین هنرمند بوشهره. نه فقط بوشهر، هر کس توی ایران ایشون رو میشناسه میتونه تایید کنه که آدم واقعیه و خیلی آدم حسابی. یه فیلم مستند داره کار میکنه که فیلم برداریش تموم شده و درگیر کارهای تدوینشه. خیلی گرفتاره ولی منت سر ما گذاشت، قبول کرد که بیاد توی مصاحبه. آم داروش خیلی خوش اومدی. ارادت. داروش غریبزاده رو فیلم ساز معرفی کنیم، نویسنده یا هر دو؟ والا هیچ کدوم معرفی کنی بهتره، چون نه فیلم ساز قابلی هستم نه نویسنده قابلی. یه کارهایی میکنیم ولی این فروتنیت که همیشگیه، ولی از ابتدای دهه 70 توی نشریات بوشهر قلم زدی و کلی فیلم کوتاه ساختی و مستند، جوایز داخلی و بین المللی بردی و بی‌انصافیه که بگیم داروش غریبزاده با اون نگاه تازه‌ای که داره کاری نکرده یا یه کارایی میکنه. یه معرفی کوتاه و مختصر از خودت میگی بهمون. من خودم که متولد سال 41 هستم، تو همین بافت قدیم بوشهر محله بهبونی، یا یه خانواده هم که بزرگ شدم، پدرم ماهی فروش بود، اقواممون عموما ماهیگیر بودن و ماهی فروش بودن، و دیگه مدرسه من دبستان گلستان بود که همجوار بود، چسبیده به دریا بود، الان جزء مربوطه گمرکه، و دیگه چیز خاصی ندارم. زندگی من گذشت دیگه، 63 سال تو همین بوشهر گذشت، بین آدم ها و همشهری ها و مورد خاص برجسته هم نیست دیگه، یه آدم معمولی میتونه تو، ولی توی یه شهر خیلی غنی بزرگ شده، بکنم شهر بود که پرورش انداخت، خیلی مدیون روابط اجتماعی و سایر ویژگی های منحصری که خود بوشهر داره، خیلی مدیون این بخش از قضیه هستم. یه اتفاقی که برای داریوش غریبزاده میفته اینه که قبول میشه رشته سینما ولی نمیره. چی شد که نرفتی یا نتونستی بری؟ و آخرش هم بگو یا پشیمون نیستی از این اتفاق؟ خب من از بچگی عاشق سینما بودم، یعنی عاشق ذره بین بودم. اون موقع تو بوشهر، حالا من خودم خیلی جالبه، هر چقدر میگردم ذره بین فروشی نمیبینم، برای خریدن یه ذره بینی باید چقدر بگردی، ولی اون موقع تو بوشهر تو هم دست فروشی ها هست که شونه و قیچی و اینا میفروشن، اون موقع ذره بین خیلی زیاد بود. من اصلا از بچگی همیشه ذره بین میخریدم، عاشق دیدن اجسام و اینا زیر ذره بین بودم، عکس مجله های جمع میکردم، دیوانه تصویر بودم، اصلا عکس و تصویر اینا جمع میکردم. تا بزرگسالی و اینا دیگه یه عشق به سینما بود و اینا، بعد بله دانشگاه هم قبول شدم، ولی به خاطر مسائل مادی، چون یادمه، قشنگ یادمه، تو اون سال مایانه 2000 تومن، 2000 تومنی هم 2000 تومن باید خودم مایه میذاشتم که برای کمک، یعنی برای مخارجم تو تهران 2000 تومن، که واقعا 2000 تومن از عهده خانواده خارج بود که بخواد هزینه کنه فقط برای یک نفر. ما با جمعیت بود خانواده من، 2000 تومن هم پول زیادی بود اون موقع، خیلی پول زیادی بود. چه سالی بوده؟ سال 62 فکر کنم، یک یادش، سال 61 یا 62 حافظم یاری نمی کنه درست، ولی همین سالا بود، 61 62 بود که یکی هیچی قیده زدم. و تو همون چاپخونه که کار میکردم، چون من همزمان تو چاپخونه کار میکردم همون موقعی که پذیره شدم، دیگه تو چاپخونه ادامه دادم. جالبه تو چاپخونه هم ماهی 2100 تومن میگرفتم. حقوق چاپخونت 100 تومن از مخارج تهرانت بیشتر بوده. بیشتر بود. پشیمون نیستی؟ اصلا. اتفاقا قدیمی ها یه اصطلاحی دارن به نام توفیق اجباری، اصلا توفیق اجباری شد، خیلی خوب شد که نرفتم. دانشگاه میخواست چه کار کنه برم، الان بعد از یه سالا میبینم خیلی از دوستام که تو کل کشور تو این سالا رفتن ادامه دادن. ببین بیشتر کارمند شدن، بیشتر یه نوعی تکنیسیان شدن، در بالاترین درجه تکنیسیان های خوبی شدن.
و این خودم یه فرصت پیدا کردم که با تو اون جامعه کارگری کنار اینا باشن، کنار آدمایی که وقتی حقوق میگرفتن امضا بعضی از دوستان همکارام نداشتن، اثر انگشت میزدن، حساب که امضا نداشت، یعنی اسم خودشو بلد نبود بنویسه، انگشت میزد حقوقشو میگیره برای رسیده دریافت حقوقش، اما پول نقد میدادن. این تجربه خیلی غنی شد تو زندگی برام، نشستن پهلوی آدما، کاغذ دور بند کاغذ، کاغذهای بزرگ لفاف بهش میگن، ما لفاف بند میکردیم مثلا دو متر، دو تا دو متری رو کاغذ سفرمون بند میکردیم، رو کاغذ غذامون میخوردیم و اینا. سفره عجیب ترین سفره و قشنگ ترین سفره بود که تو زندگی من رو سرش غذا خوردم و همیشه دلم برای اون سفره تنگ میشه، سفره لفاف دور کاغذ که پهن میکردیم و همه دور هم دیگه، یه نون بادمجونی بود، یه نون سیب زمینی بود، یکی تیکه مرغی داشت، تیکه گوشتی داشت، همه با هم میخوردیم، یکی سبزی آورده بود، یکی نیورده بود. ببین وقتی میری تو دل این اتمسفر یه چیزایی بهت میده که هیچ سینما اسکولی تو دنیا بهت نمیتونه بده، اون تکنیک بهت یاد میده. ولی شیوه پیدا کردن ارتباط و ارتباط گرفتن و حس کردن اون فضاها زندگی با آدم ها رو بهت یاد نمیده. خوب شد که کنده نشدم از بوشهر، خیلی خیلی خوب شد که کنده نشدم. اگه کنده میشدم از بوشهر مثل جنینی بود که تو شکم مادر نافش رو قیچی میشه و رشد نمیکنه و میفته تو همون دو ماهگی سه ماهگی از بین میره. این تجربه زیسته که داشتی توی اون جمعی که میشه بهش گفت فرهنگ کارگری، این باعث شده داریوش غریب‌زاده انقدر آدم واقعی باشه، انقدر ادا در نیاره، انقدر توی نگاه سینماییش خودش باشه، توی داستانش خودش باشه، وقتی تو بازار میبینیش خودش باشه. داریوش غریب‌زاده ای که توی بازی ایران مراکش وقتی نشسته بودیم با هم تو کوچه کافاج رئیس داشتیم جام جهانی 2018 رو نگاه میکردیم، دقایق آخری که ایران گل زد پر از حس شادی و بهت و اشک از خوشحالی بود و همون داریوش غریب‌زاده وقتی پاش بیفته قرار باشه یه کاری رو نقد کنه چنان تند و تیز میشه زبونش که آدم باور نمیکنه این هنرمند آروم یه دفعه به این شدت میتونه نقد کنه. این شکل زیستنه باعث شده یا یه چیز دیگه ای داری که متمایزت میکنه از خیلی از هنرمندهای دیگه؟ اونجا خیلی نه، ما که متمایز نیستم با بقیه، ولی خودم یعنی چه بگم، ما تو خونم بعضی وقتا مثلا بچه هم ایراد میگیرم، میگم بابا این کار بکن، این کار نکن، میگم بابا بری چه، میگه تو نویسنده هستی، این فام فیلم، میگم بابا جمع کن، اگه بچم یا بودی یه جور دیگه باید برخورد میکرم، نویسنده کیلو چنده، فیلم ساز کیلو چنده، ما بابا اتون هم هم یستم، ما هم یک کریستم مثل بقیه دیگه. خیلی چاپ کنه اینو به من یاد فضای کارگری، چون اونجا دیگه کار نداشتن که مثلا خب عموم همکاری عزیزی که اونجا داشتم همه قربونشون برم، بعضی هاشون هم در قید حیات نیستن، خود نازنین ترین آدم هایی بودن که تو زندگی ما باشون ارتباط داشتم. خب اینا بینشون فقط ما بودم که دیپلم داشتم، هیچ کسی دیپلم نداشت موقعی که کار میکردن و بعضی هاشون حتی تو دبستان ترک تحصیل کرده بودن و یه الف بایی هم که یاد گرفته بودن تو چاپخونه تو حروف چینی مثلا الف به کنار هم بذاری. فکر کنم یکی دیپلمه بود یکی از بچه. خب هیچ آدمی که تا دوم سوم دبستان خونده بعد ترک تحصیل کرده رفت کارگری تو، یعنی فرودست‌ترین آدم ها هستن دیگه، حقیقتا یه چیز امر طبیعیه که کارگری چاپونه جز فرودست‌ترین آدم هاست که میاد طبیعتا کارگری میکنه، آدم افراده هست که نمیاد اونجا. او سالا ما یادم آدم هایی میمونن سه روز میمونن، آدم گردن کلوف میومد اصلا هیکل دار بعد میگو چه کاریه، آدم دیوونه هست اینجا کار کنه، میرفت توانش نداشت، حقیقتا توانش نداشت، خیلی سخته، خیلی رنج آوره کار چاپخونه، سرتون درد میارن. هشت رو نشت اونجا که من رفتم دیگه یادم رفت که دیپلم دارم، چون دیپلم اون موقع خیلی بالا بود، اصلا تو بوشه ما 5 تا لیسانس شاید نداشتیم، حالا من میگم 5 تا، شاید مثلا 50 تا لیسانس اصلا نداشتیم تو بوشه، نداشتیم. یکی که میرفت دانشگاه میگفتم پسر فلانی رفته دانشگاه، دانشگاه رفته،
اصلا عجیب بود که میگفتن این چجوری دانشگاه رفته، دیپلم هر کی میگرفت دیپلم علیکی نمیدادن، مثل امروز که هر کی بره ثبت نام کنه بعد دیپلم خیلی سخت بود گرفتنش، دیوانه میشدی تا دیپلم بگیری، خیلی نمیکشیدن. همین دبیرستان سعادت تمام بچه‌ای که دیپلم میگرفتن بچه پر اینی بودن، پر مایه‌ای بودن معمولا. میخوام اینو بگم، حالا اضافه گویی هم میکنم، اینا خیلی به ما کمک کردن که ما خودمون واقعی ما بشناسن. اونجا دیگه برای شما خنده، شوخی، مسخره، با هم دیگه عیش میکردیم، با هم دیگه گریه میکردیم، با هم دیگه شوخی میکردیم، با هم دیگه فوتبال بازی میکردیم، کار میکردیم، دعوا میکردیم سر با هم تو چاخونه، با هم دیگه سر کار دعوا، اصلا یه دست به یقه میشدیم با هم دیگه، نیم ساعت بعدش هم میشستیم با هم دیگه خنده و مسخره میرفتیم استادیوم فوتبال. فضای کارگری بود دیگه، این فضا خیلی کمک کرد که ما یه وقت تو این برته نیفتم که حالا تو نمیدونم بعدن تو نویسنده هست یا نمیدونم فیلم ساز هست یا فیلم میسازی بساز. خب فیلم میسازی، خب به نظر ما هنر یه نفر که میاد یه مثلا شیشه ای که شکسته توی یه خونه عوض میکنه، هنر اگه کم نباشه از یه فیلم ساز یا نویسنده، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست، چون داره به شکل عملی یه گره از مشکلی یکی باز میکنه دیگه، که باد سرد میاد داخل یا باد گرم میاد داخل. خب مگه اون میاد ادعا کنه من شیشه برم، من شیشه جا میزنم؟ خب شیشه جا بزن. فیلمسازی هم همینه، نویسندگی هم همینه، اصلا نمیشه ادعاش کرد من نویسنده. خب نویسنده باش، یه نفرم جوشکاره، یه جایی من التماس جوشکار میکنم، گریه میکنم جلوش، ولی جلوی هیچ نویسنده کسی گریه نمیکنه، التماس نمیکنه. نیاز جامعه بیشتر به جوشکاره. این فضای کارگری به من یاد داد همین روحیه که الان واقعیت اینه که توی نسل جدید که اصلا نداریمش، توی هم نسلای خودت هم کمتره، ادعا زیاده، هرچند که اکثرا طبل تو خالی هن. این فروتنیه نیست، این نگاه واقعیه کمتر هست به هنر و به زندگی. و شاید الان افرادی مثل داروش غریبزاده که دلسوزن، که واقعیان، که هنر رو برای هنر میخوان، نه برای کلاس گذاشتن، نه برای خود نمایی کردن، اگر به یک جایی میرسن، اگر یک کاری میکنن، بیخیال مردمشون نمیشن، یادشون نمیره با کدوم طبقه نشست و برخاست کردن، یادشون نمیره اصلا خودشون جز به همین مردمن. فکر نمیکنی امثال داریوش غریبزاده با این نوع نگاه الان کمن؟ چون تا اونجایی که خبر دارم داریوش غریبزاده نه تو فضای مجازی هست، نه خیلی اهل مصاحبه کردنه، نه خیلی اهل از خودش گفتنه، در حد دیگه خیلی جاها برای تدریس دعوتت میکنن، برای اکران فیلم ها و مستندات دعوتت میکنن و کمتر میری. فکر نمیکنی به یک جامعه ای که دنبال هنرمندای واقعی و درست درمان این شکلی کم لطفی میکنی؟ من فکر میکنم جامعه کمتر به هنرمند نیاز داره، کمتر به نویسنده نیاز داره و کمتر به فیلمساز نیاز داره. این خودم درک کردم، چون هم یه آدم معمولی بودم، یه کارگر معمولی بودم و هم یه آدم بودم که حالا کار هنری میکرده. فکر کنم یعنی استنباط هم اینه، نمیدونم شاید اشتباه کنم، جامعه زیاد نیاز نداره اصلا به من، تو اون لباس نیاز نداره زیاد اصلا. جامعه بیشتر به نظرم به، چون مردو تاشو تجربه کردم، جامعه به نظرم بیشتر به یه جوشکار نیاز داره، به یه راننده ماهر نیاز داره، به یه کارگر خوب، به یه نفر که وقتی یه ساختی، یه معمار خوب، یک کارگر ساختمانی خوب که وقتی یه ساختمانی پول میگیره از یه نفر و سیمان و گچ و اینا میگیره، با دلسوزی بلوکاشو و آجراشو رو هم بیچینه. اگه جامعه اینجوری رفتار کنه و این آدم ها تکثیر پیدا کنن، به نظرم خیلی بهتره. به کارمند با وجدان نیاز داره، کارمندی که اثر دلسوزی کار ارباب رجوع رو انجام بده. من فکر کنم اولویت جامعه الان اونه، نویسنده نیست، اصلا کتاب نباشه، فیلم نباشه. من کشورهایی میشناسم که نویسنده ندارن، فیلمساز ندارن، آرتیست ندارن،
ولی سطح رفاه اجتماعی بالاست، به خاطری که تک تک آدمایی که اونجا هستن حالا آموزش دیدن، البته آموزش دیدن که نسبت به جامعهشون احساس مسئولیت کنن. بگن شعر بگیم، کتاب بنویسیم، فیلم بنویسیم، تهش میخواد چی بشه؟ تهش من نیاز دارم به یه نفر که یه پزشکی که وقتی میرم پلوش واقعا با جان و دل بر اساس قسم پزشکیش منو درمان کنه. نیاز دارم به و اون پزشک نیاز داره به یه مکانیکی که وقتی ماشین اون پزشک محترم خراب شد اون مکانیک با جون و دل با دلسوزی ماشینشو تعمیر کنه، کلا سرش نذاره. به اینها اولویت هم فکر میکنم، اولویت جامعه هم اصلا فکر میکنم همینه که ما به این آدم ها نیاز داریم. اصلا سینما تعطیل بشه، نویسندگی تعطیل بشه. من بارا به بچه هم میگم، به دوستان میگم، روم میخندن ولی میگم باشه، من هر نظرم اینه ممکنه احتمال زیادم داره که اشتباه کنم، ولی سخت استادم رو حرفم که جامعه بیش از هنرمند، بیش از فیلمساز، بیشتر همه اینها ابتدا به ساکن به اون مدنیت نیاز داره، به اون روابط جمعی. تک تک آدم ها احساس مسئولیت کنن و هیچ کسی فکر نکنه که کلاه داره سرش میره. احساسی که الان تو جامعه هست، همه ما همه فکر میکنن داره کلاه سرشون میره. من میرم یه دسته سبزی بخرم فکر کنم کلاه سرم رفته، میرم نون میخرم فکر کنم کلاه سرم رفته. خیلی حس وحشتناکیه. اینجا سینما هیچ کاری نمیتونه کنه، ادبیات هم هیچ کاری نمیتونه کنه. یعنی میگه قدرت سینما و ادبیات اینجا اونقدری نیست که بتونه سیستم فشل آموزشی ما رو که قرار بوده اینها رو یاد آدم ها بده، یا وقتی از دانشگاه میایم بیرون، وقتی از مدرسه میایم بیرون، یا وقتی توی اجتماع هستیم کلاه سر یکی نذاریم که عموم اجتماع فکر نکنه کلاه داره سرش میره. فکر میکنی که سینما ادبیات الان این قدرت رو تو ایران نداره که بخواد بخشی از این بار رو به دوش بکشه؟ اصلا و ابدا نداره. به نظرم میتونه یه مسکنی باشه، برای چند دقیقه یه نفر یه داستانی گوش بده، پادکستی گوش بده، یه فیلمی ببینه، لذت ببره، یه حس کنه که اون در واقع اون تم فیلم روش تأثیر بذاره و یه چیزایی دستگیرش بشه، ولی اون بعد برمیگرده دوباره به جامعه واقعی، میخواد سوار تاکسی بشه، فکر کنه کلاه سرش رفته، میبینه تا لوله آب خونش خراب، نشتی میده، اون کسی که میاد فکر میکنه این آقا داره کلاه سرش میذاره. این ادبیات هیچ کاری نمیتونه کنه. سینما ما اول باید بیس درست کنیم. اون بیس، ما میگم با دوستامو صحبت میکنه، همشون میگن که اون بیس بر اساس نویسندگان، شاعران، روشنفکران، نخبگان، اینا، میگم اصلا واقعا اینجوری نیست. اینجوری به نظر ما اینجوری نیست. به نظر بنده او بیسه یه ساختار با شعور آموزشیه که و اقتصادی آموزشی و اقتصادی که تو این ساختار اجتماعی با شعور از نظر اجتماعی و اقتصادی طرف هم دغدغه مالی نداره که شب خوابش نبره و وحشت داشته باشه از اینکه بخواد شکم زنه بچه‌ش رو سیر کنه، یک. و یکی دیگه ای که از نظر اجتماعی بهش یاد داده باشن که تو خودت تنها اگر باشی نابود میشی، منافع تو، منافع جمعی، از دل منافع جمعی که منافع شخصی تو هم تأمین میشه. ولی خب ما همه دنبال، من خودم دنبال منافع شخصی هستم، همه دنبال منافع شخصی هستیم، اشتباه میکنیم. کسی یادمون نداده، کسی رو دول و غریبزاده یاد نداده که غریبزاده اصل نفع تو منفعت جمعی ها، نه شخصی ها. تو اگه ماشین داشته باشی، خونه داشته باشی، تریلیاردر باشی، ولی دو تا کوچه اون طرف در یه آدم گشنه ای باشه، این تهدیدی برای بچت میشه فردا که میخواد بره مدرسه ها. دلت خوشه که مثلا میلیاردری، این فردا بچت که بره این سوءقصد میکنه به جان بچه تو، به خاطر که گشنه است، به خاطر که نمیدونم یه چیزی ازش بدوزه، یه چیزی هول بچت میده، سر بچت میده تو دیوار فرار میکنه، چیزی که داری به فور میبینیم دیگه. پس اینا بیس اصلی به نظر من این بخش نیست، اصلا این بخش نیست، ادبیات نیست، داستان نیست، شعر نیست،
همین کشوری دور و بر خودمون نگاه کنیم. این کویت چند تا نویسنده داره؟ چند تا فیلمساز داره؟ قطر چند تا فیلمساز داره؟ چند تا نویسنده داره؟ ولی بالاخره یه سطح رفاه اجتماعی، یعنی من خودم روک میگم با حقیقتا همینجوری، خیلی‌ها دلشون می‌خواد تو قطر زندگی کنن، طبیعتاً دلشون می‌خواد تو کویت زندگی کنن. کویتی که نه نویسنده داره، نه شاعر داره، نه غریب‌زاده داره که شعر بگه، داستان بگه، فیلم بسازه. میگه آقا نمی‌خوایم ما، مگه از زندگی چی می‌خوایم؟ همینا می‌خوایم. حالا بیایم ما بگیم نه نمی‌دونم اینا زندگی دنبال فقط مادیات هستن. خب ما که دنبال معنویات بودیم به کجا رسیدیم؟ اتفاقا معنویات اونجا که موج میزنه نسبت به ما. ما که معنویات هم داریم، ما نه مادیات داریم نه معنویات. برای ما جفتش خراب شد، دوتاش خراب شد. و جالبه که با این نوع نگاه باز هم داستان مینویسی، باز هم فیلم میسازی و این راه رو هم ول نمی کنی. دیگه نمیتونم اوقات فراغتم غیر از این پر کنم، نمیتونم برم مثلا کاری دیگه انجام بدم که خودم راضی بشم. بیشتر به خاطر خودم این کار میکنم. منتی رو به خاطر همینه که منتی رو سر مردم ندارم. من اگه فیلم میسازم اول به خاطر اینه که خودم حس خوبی به دست میارم. بعدن یعنی اینجوری نیست، حقیقتا اینجوری نیست که من بگم من برم به خاطر مردم داستان بنویسم یا به خاطر مردم فیلم بسازم. ابدا. ممکنه یه مستندی میسازم، یه چند تا تصویر تو زد کنم که به درد آیندگان بخوره و خدمت باشه، ولی در درجه اول دروغ چرا برم؟ در درجه اول به خودم لذت میبرم اونجا برم، با تمام سختیاش، با تمام رنجی که میکشم. بودید مثل یک کفترباز. چی باعث شده که داروش غریبزاده تکون بخوره تو زندگیش؟ چه اتفاقی بوده؟ چه قصه‌ای بوده؟ چه ماجرایی بوده که داروش غریبزاده رو تونسته تغییر بده؟ ببین یه نکته است. یه باره کودکی بوده که مادر توش خیلی نقش داشته تو آموزش و اینا، علی رغم بی‌سوادیش. یه برهه‌ای بود که تو مثلا 20 سالگی 21 سالگی اینا وارد شدن به چاپخونه. برهه سوم زمانی که از چاپخونه بازنشسته شدم. من وقتی از سال 88 وقتی از اردیبهشت 88 که از چاپخونه بازنشسته شدم، همه بچه‌ها گفتن، دوستا و رفقا گفتن داروش دیگه آزاد شدی، برو فیلم سینمایی بساز، نمیدونم الان دیگه سری سینمایی شروع کنه ای چیزا و اینا. من یه دوربین فیلم برداری کوچیکی گرفتم، یه کوله پشتی زدم رفتم کوه. یعنی بخش سومش بعد از چاپخونه اصلا گفتم من دیگه فیلم کوتاه هم نساختم. قبل تو چاپخونه فیلم کوتاه هم میساختم، الان 14 ساله دیگه فیلم کوتاه هم نمیسازم داستانی. حالا همین نکته است، میخواستم دو تا سوال بعدیم این رو بپرسم. حالا که بهش اشاره کردی، یه مستند ساختی از 88 که فیلم برداریش فقط 14 سال طول کشیده. بله. رفتی تو کوه و کمر خانواده ای رو پیدا کردی که حالت بدوی داشته زیستشون. اول بگو چجوری اصلا اینا رو پیدا کردی؟ و بعد بگو ماجرای فیلم چی بوده؟ تعریف کن اصلا ببینیم چی این فیلمه. خب من یه عمری تو چاپخونه کار کرده بودم دیگه، بازنشسته چاپخونه شدم، تو سر صدا و تو ای و بعد تو چاپخونه که کار میکردم، به خاطری که 3 بچه داشتم حقوق کارگری هم نمیکشید. حقیقتا هیچ زمانی حقوق تو طول تاریخ حقوق کارگری تو ایران جوابگو نبوده. من عید نوروز چاپخونه بودم، تعطیلاتش بودم، عاشورا تو چاپخونه بودم، تاسوعا تو چاپخونه بودم، نمیدونم عید جشن جمعه اصلا خونه نبودم، اضافه کاری میکردم. یعنی وقتی نوروز میشد جشنم بود که حالا مثلا اقلا 10 روز 12 روز میتونم کار بکنم، 12 روز حقوق اضافه بشه بهم، اضافه کاری. شبا تا صبح تو چاپخونه، بعضی وقتا 2 شبانه روز کار میکردم به خاطر که اضافه کاری خیلی میکردم. خب تو همچین فضایی وقتی که این فنر آزاد میشه، با اون شرایطی که داشتم، یه جرقه ای خورد. یکی از دوستم تو جهاد کشاورزی بود، گفت که ما یه جایی میرم برای تو خیلی جالبه، بیا یه سفری با هم بریم یه آدمایی هم ببینیم. گفتم باشه بی. رفتیم ما کوه گیسکان، دیدم تو اصلا یه زندگی دیگه. اوه، من از کجا پرت شدم به کجا؟
از اون شلوغی و سرسده ماشین چاپ و چاپخونه خیلی سرسده داره. من الان این گوشم کره، این گوشم نمیشنوه به خاطر چاپخونه، فقط با این گوشه میشنوه. از این شلوغی و سرسده و ترافیک کار و اعصاب خردی و بو بنزین و مرکب و هزار آلودگی اینا پرت میشه یه جوری سکوت آرامش، نه برق، نه آب، نه ران، نه تلفن، هیچ چیزی پرت میشه تو 200 سال پیش. گفتم همین خودشه، همین دیگه. ازش تشکرم کردم، هنوزم ممنونش هستم، چندین سفرم باش رفتم با خودش دیگه. 14 سال اونجا اونجا بود، 4-5 تا تابستون زمستون اینا، تازه برگشتم مرتبم میرم با دوربینم میرم دیگه، ثبت کردم زندگیشون اینا دیگه. اینجوری خیلی هم سختی کشیدی. یادم همون سال اول میرفتی میومدی و مریض میشدی، میگفتی آب خوردن نیست، از توی رودخونه ای باشه بر میباشه، لیوان میزنن پر کرم و همه چیز میزننش کنار. حرف نمیزنه ما، فیلمش داره ما، مار فیلمش داره ما، عقرب، سختی، تشنگی. من یه باید تشنگی داشتم، گم شدم تو کوه، داشتم تلف میشدم از تشنگی. اصلا قشن مردن از تشنگی تجربه کردم. یعنی اگه یه بار بخوام آخرین لحظات یادم تشنگی بنویسم، میتونم بگم که از تشنگی وقتی که چه بلایی سرت میاره تشنگی، اصلا نمیتونی پاد بیستی. کاش بنویسیش دیگه نشسته بودم رو زمین، رو 14 سپان یواش یواش میرفتم. شانس آوردم، خیلی شانس آوردم که اولا زمستون بود، اولا زمستون بود که گم شدم، دوما اینکه پیدام کردن. اگه پیدام نکرده بودن تو همون زمستون سرما از بین میرفتم، چون خیلی پیاده روی کرده بودم، گم شده بودم، آفتاب داغی هم بود، از آب با خوام فراموش کرده بودم آب با خوام ببرم، آب نبرده بودم. از تشنگی هر علفی میدیدم من میجویدم و توف میکردم، ولی اونم جوابگو نبود، چیشم دیگه سیاهی میرفت، نمیدیدم. کولم ول کردم مثلا، دیگه کوله پشتی نمیتونستم بذارم، تا یه جای آوردم گذاشتم دیگه رو زمین میخزیدم میومدم. ماجرای فیلم چیه؟ من دو تا مستند اونجا ساختم که هنوز کامل نشدن. یکیش درباره یه چوپان غارنشینه که از سنگای کوه بر میداره میتراشه، توشون خروس و بز و آدم و اینا در میاره، هیچ کن نقاشیش نمیبینه. یه آرتیست یونیکه، یه مجسمه ساز یونیکه، یه هنرمند اصیله که نه اثرش کسی میبینه نه چیزی، فقط برای دل خودش. و داستان زندگی اینه که بعدم ازدواج میکنه، اول که با مادر پیرشن، بعد ازدواج میکنه میاد تو شهر، و الان اومده تو شهر، الان کولر داره، یخچال داره، دوش داره، حمام، همه چی داره. میگه اونجا روح هم اونجا، جسم هم اینجا تو، میگه اینجا جسم هم تو آسایشم، ولی روح هم تو عذابم، تو این سرسده شهر و ماشین و سرسده و دود و شلوغی. تازه تو شهر تهران هم نیست، ولی این مقایسه این دوتاست. الان از موقعی که مجرد بود من فیلم دارم، تا الان که بچهش دوم دبستانه، اول دبستانه، و همینجور اینا فیلم داریم که اصلا ازدواج میکنه، بچه دنیا هم یا بچه بزرگ میشه، مدرسه میره، اینا هم تا ادامه داره، هنوز باید بگیرن. پرت شدن یه انسانی که یه مجسمه ساز غارنشینه، از با اون لایف استایل زندگی متعلق به بگید 500 سال پیش، یه او پرت میشه تو یخچال و تلویزیون و کولر و خیابون و چهارراه و بوق، و اینا فقط به خاطر بچهش اومد. یکیش اینه، یکیش هم یه دختر بچه بود که از 3 سالگی سندروم داون داشت. من اونجا متوجه شدم، یه الان 17 سالشه. تمام خانواده خواهر برادرها رفتن به خاطر اینکه امکانات نیست، رفتن دانشجو شدن، درس خوندن، کسب و کاری، بالاخره هر جا هستن یه آبی، یه برقی، یه تلفنی هست، آدم امکانات میخواد. ولی این موند الان 17 سالشن، تنها کسی بچه یه که اونجا مونده این شده پرستار پدرش. الان سندروم داون داره و این پرستار پدرش شده، این از پدرش مراقبت میکنه، از مادرش مراقبت میکنه، نه این که مراقبت میکنه، اونا میتونن هنوز برن و بیان، ولی لباساشون میشوره، غذا میسازه. این که توی فیلم میخوان اینو، این چیزی که دیدم به دیگران هم نشون بدن، حرف خودم نیست، این چیزی که دیدم که یه آدمی که اگه تو شهر باشه، یه دختر بچه که سندروم داون داره، ای باید تو شهر اگه باشه باید دارو بخوره،
نمیدونم در کار درمانی بره و بالا گردن خانواده مشکل سازه، قطعا مشکل سازه، ولی اونجا تو طبیعت اصلا تو متوجه نمیشی که این مریضه، طبیعت درمانش میکنه. این نیچه تراپی برام خیلی جالبه. شالا که ما میتونیم این دوتا مستند رو ببینیم؟ والا فکر کنم دیگه این فیلم مستند دختر بچه، آخرین دختر که فکر کنم دیگه تو مراحل پایانیه، فکر کنم تا یه دو ماه دیگه فکر کنم آماده بشه، ولی اون هنوز کار داره، اون 60 سال آینده مثلا ارزش کنم. یکیشو تو 1403 میبینیم بالاخره. خیلی امیدوارم. ما که از خدامونه. زنده باشی. تو برنامه احسان عبدیپور قول داده بودی که کتاب دومت تو 402 میاد بیرون، که حالا اتفاقاتی افتاد که نیومد. کتاب اولت با همه غیر حرفه‌ای بودن تجزیه چاپ‌ها و شکل پخشش خیلی استقبال شد ازش. الان تقریبا میتونم بگم از مرحله کمیابی به مرحله نایابی رسیده، دیگه نیست. تجزیه چاپش خیلی بد داره صورت میگیره و امیدوارم فکری هم باحال این بکنی. و کتاب دومت هم که میدونم توی مراحل بازنویسیه، نمیخوام مثل احسان ازت قول بگیرم بد نشه، ولی یه چیزی میگی در مورد هم کتاب اولت، این که خب خیلی اتفاقات جالبی افتاده در موردش، با هم صحبت کردیم گفتی از داستانهاش فیلم ساختن چند تاش و در مورد همینو صحبت کن و بعد در مورد کتاب دومت که ما بی صبرانه منتظریم بیاد. زنده باشی. کتاب اول والا که من نیازی نیست که مرچه، یعنی این نیست که من خودم نه باید صحبت کنم، فکر میکنم مخاطبات دیدن خوندن دیگه. حقیقتا خودم شاید کسی باشه که این نظر داشته باشه، ولی نه به خودم گفته نه از کسی شنیدم که مثلا کتابو پس داده باشه، یعنی انگاری که ارتباط برقرار کردن. کسی نبود که بگه، شاید هم گفته ولی من نشنیدم، به گوش من نخوره که بگه این کتاب ضعیفه یا مثلا به درد نخوره یا چیزی. چند تا نقد خوبم روش نوشتن. من خودم فکر نمی‌کردم اینجور ازش استقبال بشه. بیشتر دوستان میگفتن کتابش کن. میگفتم با برای چی کتابش کنم؟ یه چیز یادداشتی دارم اینا. گفتن این حیفه بمونه، فیزیکیش بمونه بهتره تا یه وقت ببینیم دیگه. کتاب دوم هم یه مجموعه داستانیه که کاراکترهای ثابت هستن، عموما زنای همین محله هستن، محله خودمون بهبونی بوشه کنار دریا، و حدود 60 تا داستانه که محوریتش با زنانه. اصلا 60 تا داستان کاراکتر همه زنان هستن، ماجرایی که بین زناست محله میفته و اینا، این بر اساس و برگرفته از مشاهدات و تجربه زندگی تو محله است و روابط بین همسایه ها، آدم ها و خانواده ها و نقشی که زنا داشتن. به نظرم میاد اون چیزی که استنباط منه، اون نقشی که زنا داشتن توی قوام و دوام اون مناسبات یونیک اجتماعی اون دوره، دهه 40 که من دیدم و نیمه 50، شکل حیرت انگیزی متفاوت بود اصلا مناسبات و اون ساختار اجتماعی. اصلا محله بود، الان که محله نیست، الان هر کسی یه واحد آپارتمانی شبر همسایش هم نداره، ولی کف زمین رو تو محله یه دنیای دیگه بود، یه ساختار دیگه بود، اصلا نمیشه تعریفش کرد دیگه، تموم شده رفته مرده. همین نکته قصه ها و داستان هایی که الان هست، آدم هایی که بعضی وقتا از کوچه کافه حاج رئیس و بقیه کوچه ها تو همین کوچه که اومدیم تا برسیم به اینجا، میخوام ببینم این تفاوت رو داروش غریبزاده داره میبینه یا نه، این چیزی که از بوشهر داره نشون داده میشه با اون چیزی که واقعا داروش غریبزاده تجربهش کرده. متفاوته. تعجبم نمی کنم، اصلا تعجب نمی کنم، گاردم نمی گیرم. بعضی ناراحت هستن، میگن مثلا این لباسی که تن کردن این بوشهر نیست، یا مثلا این چیزا، یه حرف کلماتی که میزنن اینا، 100% درست میگن، 100% تغییر کرده.
میگم اصلا یه دنیای دیگه بوده، یه دنیای دیگه شده، 100% تغییر کرده، دقیقاً یه چیز دیگه شده و طبیعی است، منطقی، از نظر علمی، از نظر علم جامعه شناسی درسته این اتفاق باید بیفته. اصراری که داریم که بگیم نه ما همون شکلی داریم زندگی میکنیم چی؟ خب اگه بخوایم مثلا بگید تو دهه 40، مثلا من بگم تو مثلا دهه 40 زندگی کنیم، لباس بپوشیم، خب یه نفر میاد میگه اوکی باشه برو به 80 سال پیشت، عکس بوشهری 80 سال پیش نگاه کن، عکساشون هست، اصلا میگه اینا کیه، این پدران ما اینا بودن، لباساشون دیدید؟ من دیدم عکسای قدیمی، توی عکسای قدیم، آره آره، اصلا میگه اینا کی هستن، ما که شلوار ایزی پا میکردیم، کفش آدیداس پامون بود، حالا قبل‌تر از ما هم مثلا نمیدونم کت و شلوار داشتن پدرمون، تو دهه 30 کت و شلوار داشتن، تو دهه 20 کت و شلوار داشتن، این آدما کیان؟ اینا پدران ما بودن، اینا مادران ما بودن، بله اینا مادرانشون هستن. این تغییرات رخ میده، جامعه دچار دینام، یعنی جامعه یک موجود، یک عنصر دینامیکه، در حال حرکت، جامعه انسانی همینجور تغییر شکل میده، شکلش کامل نمیمونه. آمریکا هم همینجوره، اروپا هم همینجوره، اقیانوسی هم همینجوره، آفریقا هم همینجوره، آفریقا هم همینجوره، آفریقا هم بچه آفریقایی داره رقص آفریقایی پدرانش میکنه، ولی رو تیشرتی که تنشه مثلا عکس بازیگر هالیووده یا نوشته انگلیسی نوشته، ولی رقصی که میکنه رقص پدرانشه، شلوار جین پاشه. من دیدم رقصای آفریقایی انجام میدن بچه ها، خیلی قشنگ دوره هم دیگه اصلا دیوانه کننده است. یکی رقص، اگه اشتباه نکنم، رقص پلنگ سیاسی همچین چیزی، ولی عوض شده یه آدم، ساعت رو دستشه، نمیدونم، اینا رخ میده، ما نمیتونیم، اجتناب نپذیره. حالا ما یه بخشی از جامعهمون اصرار داره که بگه این چیزی که الان داره نشون میده، مثلا یه مثال بزنم، ما قدیمی ترین قهوه خونه ای که توی بوشهر مونده قهوه خونه ناجیه، از نسل قهوه خونه هایی که با کشیدن دیوار گمرک از بین رفتن و قهوه خونه های بازار و این چیزا ناجی مونده، با همون فضای قدیمی، با همون آدم های قدیمی کف بازار و با همون فرهنگ زمخت مردانه، ولی میایم یک طرحی از یک قهوه خونه قدیمی رو وسط یه محله جدید بوشهر میزنیم و اصرار داریم که نه ما همون قدیمیه ایم و این رو به مخاطب غیر بوشهری میخوایم به زور تو حلقش بچپونیم که آقا ببین بوشهر قدیم این بوده ها، در صورتی که نیست، در صورتی که بیشتر داریم یک ادایی در میاریم که آدم های قدیمی مثل تو که پاتوقشون قهوه خونه ناجی بوده میدونن این فرهنگه، این ظاهره، این اداست، این واقعیت نیست، و بعضی وقتا هم شورشو در میاریم با بزرگ نمایی زیاد. میدونم رخ میده، اجتناب ناپذیره به نظرم، نمیشه جلوشو گرفت، راه حلی به نظرم نداره. چرا؟ چون خود همین قهوخونه ناجی، خب دوستم اصلا دیگه، اصلا یه به یه نوعی ما اصلا خانواده ما با خانواده ناجی مثل قوم خویش هستن، چون ما پدرم اصلا با پدرشون از موقعی که تو بازار قدیم بوشهر بودن ما هم دیگه میشناسیم، پدرم میشناخته اینا رو، اصلا خانواده ناجی خیلی پدرشون بستگانشون اینا هم ببریم ما خیلی محترم هستن. خود قهوخونه ناجی هم تغییر کرده، خود قهوخونه ناجی هم تغییر کرده. ما به بچه ها گفتن تو فقط گفتن نگاه کن، ما اون موقع تو قهوخونه که میرفتیم نلبگیر داشت قهوخونه ناجی، نلبگیر نداره، فقط استقال میدن دیگه. بعد ما چای تو نلبگین میخوردیم، اصلا ما به بچه ها میگم با ما چای تو هیچ وقت تو استقال که مرواریک ما چای نمیخوردیم، اینجوری میریختیم تو نلبگین بعد میخوردیم. الان نلبگین اصلا وجود نداره، یعنی همون هم دوچار تغییرات شده، این تغییرات رخ میده. مثلا من یه زمانی این سرم مو داشته، پرپرش و سیاه، موام تا اینجا بود، الان کچل شده، سپید شده، این رخ میده، این هم میره جلو. همینجور ما میتونیم ایرادش هم بگیریم، ایرادمون هم درسته، ولی خب دیگه جلوش نمیشه گرفت، خیلی، یعنی خیلی پارامترها در کار به نظرم که دست به دست هم میده که
غریبزاده میره یک فضای، یک کانسپت معماری درست میکنه و میگه این بوشهر قدیم بوده. چه داده هایی من داشتم، من جوون داشتم، به من منتقل شده که بعد از توش فکر میکنم که این بوشهر قدیمه. اونها مهمه. یعنی چند تا فاکتور با در نظر بگیریم. من میبینم بعضی وقتا دوستان ناراحت میشن، میگن اینجوری نیست، تعصب دارن، رگشون باد میکنه. میگم خب حساب خود باد نکنه. سارکوسی آمریکا هم همینطور برش هستن. اسکیمو هم دیگه اسکیموی نیستن که تو فیلم نانوک شماله. اون تصویری که از اسکیمو رابرت فلاهرتی گرفته، 100 سال پیش گرفته، تو اگه اشتباه نکنم 1902 گرفته. آره 1902 رفته بین اسکیمو و رابرت فلاهرتی و نانوک شمال ساخته. خب اسکیموی امروزی که اون نانوک نیست، نانوک مرد و رفت، تموم شد. اسکیموی امروزی گوشی موبایل هوشمند تو دست طبیعتاً. آره دیگه این، آره اینم یه نگاهیه که بالاخره نمیشه جلوشو گرفت. ولی خب خیلی ها هستن که دقیقا همینجوری که میگی اینا هنوز تعصبه رو دارن و به نظرم تا یک حدی درسته، حداقل نمیشه گفت درسته. میگم درست میگن، میگم ما بهشون میگم، میگم شما درست میگین، ولی نمیتونیم جلوش بگیریم. ببین خیلی چیزا هست که تغییر، چنج، تغییر رو رخ میده. خیلی ها نمیپذیرن. از کسی، از منی که بوشهری هستم و تعصب و شهرم دارم و شهرم برام مثلا یه حریمیه و اینا، نمیپذیرم. میگم نه اصلا نمیشه، آقا تغییر میکنه، چه بخوای چه نخوای، این مثل بلدوزر میاد رد میشه و میبره، نسله بعد کاره دیگه میکنن و همینجور تغییر میکنه. خب میگم من میرم غارنشین بودم، ما خودمون هم غارنشین بودیم، الان کس تو غار زندگی میکنه؟ تو همه عرصه ها همینجوره، تو عرصه سیاست هم همینجوره، تو عرصه اجتماع هم همینجوره، تو عرصه ورزش هم همینجوره، تو عرصه آقا تغییر تو باید تغییر کنی و تغییر میکنی. میگه نه آقا ما تغییر نمیکنیم. تغییر نمیکنی، خب نکن، تن میدی به تغییر. تغییر اجبار پشتشه، جبر طبیعت پشتشه. مثل این موهی منه که کچل شده و سفید شده، تو نمیتونی جلو ریزش اینا بگیری، شاید بتونی رنگش کنی، ولی این سفیده، این مو، این ماهیتش تغییره. اصلا زیبایی زندگی، حیات تغییره. منم فردا باید برم زیر خاک، یه نوع تغییره. خیلی قشنگه این تغییر. باید تغییر کنم، باید برم زیر خاک، یه بخشی از خاک بشم و این خاک بمونه، پراکنده بشه، حالا یا یه درختی مونده در بیاد، یا اینکه میلیون ها سال بعد ما اجساد ما هم تبدیل بشه دوباره به نفت و نفت هم بشه پلاستیک و پلاستیک هم بشه گوشی. اینا الان ما با این گوشی موبایل که داریم صحبت میکنیم، تمام اجزایش از دایناسوران دیگه. دایناسور میلیون ها سال پیش مرده، تبدیل به نفت شده، نفت تبدیل شده به پلاستیک، پلاستیک الان یه بخش عظیمی از این دوربین فیلم برداری، از این گوشی، از این چیزی. یعنی الان من که با گوشی موبایل دارم صحبت میکنم، یه بخشی اجزا دایناسور هاست، ارکوپتریکس هاست الان تو دست من، ذرات ارکوپتریکس تو دست من، من دارم باش حرف میزنم. میگم این مدرن، آخرین تجلی مدرنیته هم هست. درست میگم؟ درست هم میگم. این لباس من از پلاستیکیه. من الان اجزا اتم ها مولکوله یه ارکوپتریکس، یه دایناسور تنمه، یه دایناسور در حقیقت. میگه نفت نیست، از نفت نیمونه، نفت چیه؟ اینجوری وقتی نگاه کنی تغییر رخ میده، جلوش هم نمیتونی بگیری، بزن سرت تو دیوار، پات بزن رو زمین. تغییر زندگی، رشد، مرگ، مرگ عزیزان، تو نمیتونی جلوش بگیری. این خونه هاست، میره میاد، صاف میشه، از بین میره، یه چیز دیگه میاد، همین لایه لایه لایه، این پیاز هستا، این پیاز لایه 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 میاد، بعد تو میرسی پیاز نگاه میکنی یه لایه خشک اولشه، حف میکنی تو مغازه پیاز فروشی یا تو خونه نگاه یه پیاز گرده، حف کنی یه پوسته اول با حف میره، بعد پوسته دوم پوسته، میری داخلش تا یه پوسته تو دلشه که این بعض وقتا جوونه زده، بعض وقتا پیاز خشک هم که جوونه زده، بذارش تو یه لیوان آبی، تو یه استکان آبی بذار کلش، ریشش دو روز بعد میبینی ریشه زده. او تغییره است، این لایه، ما یه لایه هستیم، میریم
همه چی لایه است. نظام اجتماعی لایه هستن، حکومت ها لایه هستن، به هیچ چیزی وفا نمی کنه، به هیچ کسی وفادار نیست، همه عوض میشن و میرن، چه بخوان چه نخوان میرن. امپراتوری هایی تو تاریخ بوده دفن شده، اصلا دفن امپراتوری مایا دفن شده زیر زمین ها، امپراتوری اینکاها دفن شده، دفن میشه با تمام جبروت و عظمت دفن ها. یه اتفاق هم میفته، حالا کار اون به کلیت رسید، ولی تو جزئیش که همون بحث بوشهر و اینا من فکر میکنم نباید، یعنی اینقدر دغدغه دیگه هست که خودمون اذیت کنیم که دیگه سر این خودمون اذیت نکنیم. حالا دغدغه داروش غریبزاده الان و آرزوش، به یه سری چیزایی رسیدی هم توی عرصه بین المللی هم توی ایران، توقع دغدغت و آرزوت؟ من تنها دغدغه‌ای که الان دارم هم بچه خودم هم بچه مردم، بس. یعنی هیچ چیزی در طول روز به اندازه سرنوشت و آینده بچه های ایران دختر و پسر دغدغه هم نیست، هیچ چیزی. چون دوستان من میگم، میگم نسل ما دیگه تموم شد رفت، ما دیگه از زده خارج شدیم، چی آینده بچه ها چی میشه؟ ما هر وقت دیدن یه دختر بچه مثلا 5-6 ساله تو بازار تو جایی دیگه باید خیلی شوق و ذوق برد بیاره دیگه. من هر وقت میبینم حالم بد میشه، تو بازار وقتی یه پدری مادری میبینم بچه بغلشون حالم بد میشه، خیلی حالم بد میشه. کارو پدر مادر ندارم دیگه، بچه میکنم میگم خدایا چی میشه آیندهش؟ 15 سال دیگه 20 سال دیگه که بزرگ میشه تو چه آیا شرایط خوبی هست؟ آیا اقلا ما دست بزنیم رو هم بحث محیط زیستم، ما چه محیط زیستی میخوایم تحویل بچه بدیم که تو بغل مادر شه؟ زن حامله وقتی میبینم حالم بد میشه، میگم این بچه‌ای که تو شکم این مادر عزیزه، خب این فردا با فرونشست زمین، با ریزگرد، با خشکسالی، با سوء مدیریت، با نابودی این سرزمین، زمین، زمینی که میخوای روی زندگی کنی داره از بین میره. دغدغه اما بیشتر همینه، آینده بچه ها. جوانا که میبینم، دختر بچه ها، پسر بچه ها، دبستانی ها، از شانس بعد خونمون هم قشنگ مشرفن بر دبستان، دبستان دختران، از صبح صدای اینا با صدای اینا ما بیدار میشم، خیلی آلام بدن، هم گریت میگیره، هم خوشحالی که اینا هم یعنی یه حس عجیب و غریبی هن، هم سرصداشون دوست دارم، پنجره باز میکنن که صداشون بشه، جیغ و داد و سرصدا زنگ تفریح، همین که میگه خدایا اینا چه آینده ای داره. مدتی به صورت خودجوش میرفتی کانون پرورش فکری برای بچه ها قصه میگفتی که حالا با نمیتونم دیگه واژه غیر از سوء مدیریت یا کج فهمی و هنری برای مسئولای اون موقع در نظر بگیرم که مانع از این شدن که ادامه بدی. اینم در همون راستای دغدغه‌ای بود که برای بچه ها داشتی؟ اصلا بچه همه دوست دارن. ما فکر میکنم اگه کسی دیگه هم به جای ما بود و مثلا میدونست که با ارائه یه چیزی به بچه ها دلشون خوش میکنه، اصلا مغازه دارم همه کار میکنم، همه ای کار میکنم. مثلا یه شیرین رو به بچه میده، به من نمیده، ولی به بچه میدم، میگه این آب نبات رو برای خودت برم، پولش هم نمیده، همه دارن. من هم همینجوری، ولی من آب نبات نداشتم، من میتونستم برایشون مثلا فیلم ما نمایش بدم، داستان بگم. خب خیلی هم باعث شده که ذهن اون نسل و اون بچه ها با بوشهر و فضاهای هم فیلمت هم داستانهات آشنا بشه، چیزی که اون موقع کمتر اتفاق می افتاد. آره، من کسی که مثلا توی 30 سالی که دارم فعالیت میکنم، حالا بگم مثلا اقلن 25 سال، خب بچه بودن که 5 سال 6 سالشون رو می شناختن، الان بزرگ شدن، الان بعضی هاشون خودشون کار میکنن، خیلی هاشون خودشون کار هنری میکنن، حالا نه لزوما فیلم سازی، فیلم ساز که هست توشون هست، ولی مثلا طرف میگه آی غریب زده ما فلان جا بچه بودم تو دبستان اینا دیدم تو اینا، آره مثلا نوازنده، مثلا تو کار تئاتر، تو رشته ای که ما سوادش ندارم تو یه رشته دیگه هست، یا شعر میگه یا کاری دیگه میکنه، حالا در خوشحال میشه، میگه به جا هم نمیاریش، ولی میگه آی غریب زده ما مثلا 12 سال هم بود، میگم
خیلی آجوری بهم گفتن، میگه اصلا مثلا فیلم تو که دیدیم باعث شد که علاقه پیدا کنیم. خوبه. آرزوت چیه؟ آرزوی هنری، چون آرزوی غیر هنری و اجتماعی که کاملا فکر میکنم مشخص. آرزو هنری ولی واقعا آرزومه، واقعا آرزومه باشه. بازم یه دغدغه دارم که این دوتا فیلمی که کار کردم بتونم، نه نظر مالی، البته مالی هم هست، مالی قطعا هست، ولی منظورم زیاد بخش مالیش نیست. دلم میخواد دیده بشه، خیلی دلم میخواد دیده بشه. دغدغه هم اینه، میگم خب این فیلم ها دیده بشن، اگه دیده بشن شاید هم برای اونا خوب باشه، اتفاقاتی بیفته، هم برای کسی که میبینن حس خوبی، من مطمئنم که حس خوبی، یعنی چند نفری هم که دیدن حس خوب از فیلم گرفتن، خوششون میاد. خیلی خوب آدم 50 دقیقه یک ساعت یه اثری نگاه کنه بعد حس خوب بهش بده، خشم و نفرت و اینا تولید نشه درونش. ایشالله که امداروش فیلمت به زودی اکران بشه، هر دوتاش 403 و 404 اکران بشه، همه ببینن. و من که بی صبرانه مشتاق اینم که ببینم و تقریبا با شناختی که ازت دارم مطمئنم این مستنده میترکونه و همه خوششون میاد. دمت گرم که قبول کردی با همه این مشغله‌ای که داری بیای با هم دیگه مصاحبه کنیم. دم شما هم گرم که ما رو دیدین. امیدوارم که بقیه ویدیو هم توی یوتیوب ببینید، ما رو دنبال بکنید، به بقیه معرفی بکنید و امیدوارم از گفتگوم با داروش غریب‌زاده کلی کیف کرده باشید. بازم مرسی ازت. اراده. دمت گرم. قربونت برم عزیزم. خیلی لطف کردی بهم و امیدوارم که باز جلوی دوربین ما بشینید. زنده باشید. قربونت برم. دست شما هم درد نکنه و تا مصاحبه بعدی خدا نگهدار.